سلام دوباره میگم به شما بینندگان محترم تلویزیون کانال جدید. امروز شنبه 24 دی 1401 هست و شما همراه من میثم عتیق و سایر دست‌اندرکاران برنامه رویدادها هستیم با موضوعی دیگر. در ابتدا نگاهی به سرخط چند خبر مهم میندازیم. در پنجمین سالگرد آتش گرفتن کشتی سانچی، شرکت وکلای خانواده‌های خدمه سانچی از اسنادی درباره زنده بودن 22 خدمه این کشتی خبر داد. اما کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از مرگ مشکوک دانشجوی اهل ایزه گفت دنیا فرهادی دانشجوی اهواز با گلوله کشته شده است. خبر دیگر این که در روز تولد رها آجودانی، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی بر حمایت قاطع از این فعال رنگین کمانی تاکید کرد. همینطور باید به اعتراف رئیس دانشگاه اصفهان به تداوم اعتراضات دانشجویان اشاره کرد که گفته نباید تصور کنیم محیط دانشگاه‌ها آرام شده است. و خبر آخر این که عضو مجمع تشخیص جمهوری اسلامی خبر خطر بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی رو مسئله جدی قلمداد کرد. روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح امروز شنبه 24 دی اعلام کرد علیرضا اکبری، معاون سابق علی شمخانی، به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس اعدام شده. بسیاری از دولت‌ها از جمله بریتانیا، آمریکا و آلمان شدیداً نسبت به اعدام علیرضا اکبری واکنش نشون دادن و دولت فرانسه هم کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرده، در حالی که بسیاری و از جمله خود فرد اعدام شده گمانه‌زنی می‌کنند که اعدام علیرضا اکبری برای کنار گذاشتن علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، از رده اول قدرت در دل جمهوری اسلامی هست. گزارشات مختلف از بیشتر شدن شکاف میان مقامات حکومت در نحوه برخورد با اعتراضات خبر میده. در دل این اوضاع حتی محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی، هم با اشاره به اعدام برخی معترضان گفته اگر برخی سیاست‌های نادرست در داخل ادامه پیدا کنه، این احتمال وجود داره که با تحریم دیپلماتیک روبرو شویم که به معنی اخراج سفرای ما از برخی کشورها و احضار سفرای این کشورها از تهران به پایتخت‌هایشان است. سوال اینجاست در دالان‌های قدرت جمهوری اسلامی چه خبر است و چشمانداز روابط میان لایه‌های قدرت در رژیم چیست؟ برای پاسخ به این سوالا دعوت کردیم از محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران. محسن ابراهیمی سلام و خوش آمد دارم خدمت شما. پرسش اول من از شما این هست که جمهوری اسلامی یکی از مهرهای نزدیک به شمخانی، معاون سابق و مشاورش رو اعدام کرد. شما علتها و زمینه های وقوع این اعدام رو در چه میبینید؟ صدای شما رو من ندارم، امیدوارم که بله من الان بفرمایید، الان صداتون دارم. میخواستم بگم که خب دلایل بسیار متنوعی در رابطه با این اتفاق دارن مطرح میکنن، از جمله جنگ قدرت و ثروت در بالای حکومت، قدرت نمایی اطلاعاتی به این معنا که گویا حکومت اسلامی اشراف اطلاعاتی داره و جاسوسی که مثلا در بالای حکومت نفوذ کرده بود این رو دستگیر کرده، بعدش بی اعتبار سازی دول غرب از این نظر که گویا این دولت‌ها مبده به اصطلاح باعث و بانی این به قول خودشون اختشاشات در ایران هستن و میبینیم که این دولت‌ها تلاش میکنن جمهوری اسلامی رو چجوری بالاخره با نفوذ در ارگان‌های جمهوری اسلامی این حکومت رو سرنگون بکنن. به یه معنا میخواد این قیام مردم، این جنبش مردم رو به دول غرب نسبت بده و بالاخره نهایتا این که این
وضعیت، این شکاف درون حکومتی، این تصفیه های درون حکومتی مربوط به فشار جنبش انقلابی مردم، هر چقدر این جنبش قوی تر میشه، گسترده تر میشه، خطر سرنگونی رو بالا میبره، همونقدر در داخل حکومت، در بالای حکومت به جون هم میافتن، به این معنا که خب تلاش میکنن هسته قدرت رو یک پارچه تر بکنن، با این تصور که اگر یک پارچه تر بشن، اگر به اصطلاح در درون خودشون اختلافات رو با تصفیه حساب های این تیپی اعدام به اصطلاح سران خودشون حتی میتونن حل کنن، همونقدر میتونن بهتر و قویتر با انقلاب مردم مقابله کنن و بالاخره از خطر سرنگونی رهاشن. خب همین دلایل رو ردیف میکنن که به نظر من همین دلایل به طور واقعی وجود داره، ولی همشون رو اگه بخوایم جمع بندی کنیم میرسیم به اینکه در جامعه ایران انقلابی جاری است، انقلابی در جریانه و این انقلاب رو کاملا حکومت متوجه شده که این انقلاب میره به سمت قطعا سرنگونی حکومت و زیر فشار این انقلاب هست که اینها به جون هم افتادن و این به نظر من مبنا و دلیل اصلی این اتفاقاتی که در بالای حکومت میفته. ما این میخوام این اضافه کنم که همیشه وقتی جنبش اعتراضی در ایران شکل میگیره، قدرتمند میشه، حکومت اسلامی اول تلاش میکنه یک به اصطلاح یک پارچه تر بشه، ولی در درون تلاش برای یک پارچگی معمولا اختلافاتشون حاد میشه، چون سوال در مقابلشون این هست که چه کار باید کرد تا خطر سرنگونی رفع بشه و برای پاسخ به این در درون باندهای حکومت اسلامی اختلاف میفته. خب به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت، اما در رابطه با همین اعدامی که صورت گرفته به شبکه های اجتماعی خواهیم رفت، نظر کاربران رو در این زمینه بررسی میکنیم. لادن بازرگان از خانواده های دادخواه دهه 60 در این رابطه نوشته اگر خبر اعدام علیرضا اکبری درست باشه، شکاف عظیم درون رژیم رو نشون میده. حالا رژیم به جون مهره های امنیتیش افتاده و با اعدام اکبری به شمخانی و بقیه حضرات پیام میده که جان هیچ کدامشان در امان نیست. کاربر دیگه هم خطاب مسئولین جمهوری اسلامی نوشته آی مسئولین حکومت اسلامی، از بالاترین تا پایین ترینتان کمترین ارزشی برای این حکومت وحشی ندارید. اگر هرچه زودتر خود را کنار نکشید نوبت شما هم خواهد رسید. کاربر دیگه هم در همین رابطه می نویسه اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری مشاور سابق شمخانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا ثابت کرد که خدای دهه 60 که همان نماینده دیکتاتوری تنها و ترسو در آسمان هاست از تمام یاران سابق دیکتاتور هم انتقام میگیرد. مرگ بر خامنه ای تنها و ترسو. برمیگردم به شما محسن ابراهیمی. خبر دیگه که بهش اشاره کردم اظهار نظری بود که امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی مطرح کرده که اعلام کرده در صورت تداوم این روند سرکوب و اعدام ها خطر احضار و اخراج سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه وجود داره. به نظر شما چه عاملی باعث شده که چنین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی تو چنین سطح علنی بیاد و همچین هشداری رو مطرح کنه؟ خیلی روشنه، حکومت اسلامی استاد انکار، استاد رجزخانی در این حال انکاره. خیلی روشنه که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه شده که به طور واقعی در جهان حکومت اسلامی با سرعت تمام داره منزوی میشه. همین دیروز در مجلس عوام انگلستان تمام نماینده ها بدون استثنا، تا اونجایی که من مطلع هستم، بدون استثنا برای گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی توافق کردن. خب حکومت اسلامی همه اینا رو میبینه، بحث های پارلمان های مختلف رو میبینه، شنیده، متوجه شده که در اتحادیه اروپا هم قرار دولت ها منظمه الان مستقلن دارن به این نتیجه میرسن که احتمالا این سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و در اتحادیه اروپا به احتمال قوی بالاخره به این سمت داریم میریم. خب حکومت اسلامی که همیشه سعی کرده در عین رجزخانی انکار بکنه موقعیت منزوی خودش در جهان رو، مثلا با نزدیکی به بخشی از کشورهای آسیای میانه، کلا با از این نوع کارها، حالا متوجه میشن. به نظر من این اظهار
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا نشون میده که اوضاع از نظر ژئوپلیتیک، از نظر موقعیت حکومت اسلامی در جهان آنچنان منزوی کنند در انزوای سیاسی قرار داره که خودشون هم متوجه شدن، و البته متوجه شدن که هر چقدر انزوای سیاسیشون بیشتر باشه، همونقدر شرایط در ایران برای انقلاب زن، زندگی آزادی، برای سرنگونی این حکومت مساعدتر میشه. خب اجازه بدید برای پرسش آخر کمی رو به آینده هم صحبت بکنیم. الان شواهد و قرائن داره راجع به این صحبت میکنه که یعنی از این خبر میده که اختلافات جدی میان سران نظام روی نحوه برخورد با اعتراضاتی که در کف خیابانها جاری هست وجود داره. شما فکر میکنید با توجه به این اوضاعی که باهاش روبرو هستیم در هفته ها و ماه های پیش رو چه تغییراتی رو در آرایش و صفوف جمهوری اسلامی شاهد باشیم و احتمالاً چه تصویه حساب هایی؟ به نظر من به سرعت داریم همونقدر که هر چقدر انقلاب ایران قدرتمندتر میشه، خطر سرنگونی بالای سر حکومت بیشتر میشه. به نظر من همونقدر هم اختلافات و شکاف ها و تصفیه حساب های خونین درون حکومت بیشتر خواهد شد. حتی در رابطه با هم بحثی هم که الان داشتیم میکردیم، یه بحث هم اینه که گویا باند شمخانی و همین معاون بین المللیش که اعدامش کردن، خود این باند در رابطه با نگاه به شرق به اصطلاح بیت خامنه ای اختلاف داشتن، از این سر که گویا این نگاه به شرق به یه معنا زیر پای حکومت اسلامی رو خالی تر میکنه. یعنی منظورم اینه که از نقطه نظر بقای سیاسی اختلاف داشتن. خب هر چقدر اوضاع داره پیش میره، هر چقدر خیزش مردم، انقلاب مردم، خطر سرنگونی رو بالای سر حکومت بیشتر میکنه، قوی تر میکنه، همینقدر این سوال بقای سیاسی در مقابل حکومت حادتر میشه، و همونقدر میشه گفت اختلافات درون باندهای حکومت از نقطه نظر پاسخ به این سوال که چیکار باید کرد تا عمر حکومت رو یه مقدار بیشتر تداوم بدهند، چون خودشون هم میدونن که این حکومت سرنگون خواهد شد، در پاسخ به این سوال اختلافاتشون بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم در آینده نزدیک این اختلافات، این شکاف ها و این تصفیه حساب های خونین درونی به نظر من بسیار بالاتر خواهد رفت، و هر چقدر این بیشتر بشه همونقدر به نفع مردمه. حکومتی که در بالا شکاف های گسترده داره رو مردم راحت تر میتونن سرنگون کنن. با تشکر از شما محسن ابراهیمی. اما در اینجا به پایان بخش دوم از برنامه رویدادهای امروز شنبه رسیدیم. همچنان همراه تلویزیون کانال جدید باقی بمانید. بخش بعدی برنامه رویدادها ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران خواهد.